سلام و درود بیکران خدمت همه رفقا، دوستداران برنامه موزیکور. دمتون گرم از حمایتاتون و لطفی که به برنامه دارید. همیشه امروز مزاحمتون شدم که خیلی سریع در باب دو نکته صحبت بکنم که به کانال برمیگردیم. ابتدا از یکی دو تا ویدیوی قبلی صحبت میکنم که ما یک مناظره ای داشتیم، یک مناظره آرشیوی، این رو منتشر کردیم و نمیدونم والا چرا ما هر زمانی سراغ خواننده داخلی میریم یک مقدار کارهای چیپ از طرف فن این دوستان شروع میشه. تو هر شبکه سوشیالی هم باشه فرق نمیکنه، هم تو اینستاگرام من تجربه شده داشتم، هم در فیسبوک تجربه شده داشتم، هم در الان در یوتیوب. یعنی دوستان شروع میکنن، دوستداران اون خواننده شروع میکنن کارهای خیلی چیپ کردن، مثلا نمیدونم ریپورت کردن الکی و یه اکتایی که واقعا آدم میمونه. یعنی صد بار من دست شستم از این که برم سراغ خواننده های داخلی به خاطر همین کارهای چیپ و واقعا نمیدونم اتفاقی این اتفاق میفته یا واقعا دوستان مافیایی برای خودشون رو انداختن، در واقع سازمانی یافته شروع میکنن از این اکتا اومدن، آقا ریپورت کردن و نمیدونم لیچار نوشتن تو دایرکت ها و دیگه نمیدونم پیام دادن به شبکه اجتماعی که فلان کس فلان کارو کرده. خیلی کار چیپ این سطحی زیاد میشه و به این خاطر که من در موزیکور خیلی کم سعی میکنم که بپردازم به خواننده های درون مرز و این خیلی بده. یعنی شوربختانه در تمام این سالها علاوه بر تخریب خیلی چیزها، خیلی سامانه ها در این در واقع فرهنگ، ما اخلاق رو هم از دست دادیم دیگه. یعنی خیلی تأسف برانگیزه برخورد های این چنینی از نسل جدید. مثلا از اصلا به یاد ندارم این همه قسمت من در باب مثلا داریوش رفتم، شوخی کردم تو بخش مثلا آهنگ های زرشکی با خیلی از خواننده ها، یه دونه ریپورت نداشتیم، حتی یه دونه مثلا نمیدونم گله از طرف طرفدار اون خواننده، نمیدونم اون کمپانی موزیک و فلان، هیچ. یعنی هر آن چیزی که در واقع در باب هنرمندان اصطلاحا لس آنجلسی هست هیچ حاشیه‌ای به بار نمیاره، ولی هر چیزی که به داخل برمیگرده نمیدونم با صد تا حاشیه همراه میشه. یه فکری باید به حال خودمون بکنیم دیگه. یعنی یه جایی این داستان میلنگه و خودمون هستیم، کسی نمیتونه اصلا حرف بزنه. یارو نهایتا کل کارنامهش مثلا 10 ساله، 10 سال خواننده است کل کارنامهش مثلا، ولی یه سری طرفداران متعصب رگه گردنیه، واقعا جای تأسف داره. اینو فقط در دو قسمت پیش نمیگم، در برای یه حدود نمیدونم موزیکور چند بود فکر کنم رفتیم سراغ امیر تتلو، اونجا هم داستانهای اینچنینی، داستانهای تأسف برانگیز اینچنینی بود. یعنی خیلی شوربختانه گفتم هنوز مونده ما به اون نسل به این نسل بپردازیم، هنوز خیلی جا دارم برای بزرگ شدن. این نکته دوم این که من مجبورم از در واقع به خاطر سیاست های جدید یوتیوب مجبورم از قسمت موزیکور 81 در کنار تصاویر مستندی که شما در واقع تصویر میبینید دیگه این رو تمام تصویرش نکنم، خودم یه کادر کوچیکی اون گوشه تصویر داشته باشم که دارم نریشن رو میخونم. اینا سیاست های جدید یوتیوب هست، سیاست های اجباری نیست، ولی برای ما که به هر حال نیاز داریم که مانیتایز بشیم مجبوریم کار رو بکنیم. و خب زبان فارسی ما یه زبانی است که به هر حال وایزین یوتیوب به صورت واسطه ای در واقع این زبان رو میشناسن دیگه، یعنی حتما باید منوال یه نفر بشینه پشت سیستم و بتونه ریویو کنه یه کانال رو که بفهمه که
چه زحمتی بابت بعضی از کانال کشیده میشه. بنابراین برای اینکه این داستان مانیتایز حفظ بشه و مشکل برش پیش نیاد، مجبورم یه کادری، شما صورت منو تحمل بکنید، اجرای منو تحمل بکنید، علاوه بر این صوتی که میاد یه تصویر کوچیک که منم حالا این گوشه باشه که در کنار تصاویر باشه که برای این داستان ما مشکل پیش نیاد. اینم داستان دوم. داستان سوم میخوام یه خواهش بکنم از همه رفقایی که این فعلا نمیدونم 5000 تا 6000 تا یه لطفی بکنن، خیلی چالشگونه کانال رو معرفی بکنن به رفقای خودشون، اونایی که حالا در واقع سوژه برنامه رو دوست دارن، هر کس دوستان خودش رو میشناسه دیگه، یه معرفی بکنین لطفاً که بتونیم سابسکرایبر رو ببریم بالا. داستان کامنت گذاشتن گفتم خیلی مهمه، لایک کردن خیلی مهمه، مخصوصا در همون ابتدا که ویدیو منتشر میشه، تو اون ساعت‌های ابتدایی خیلی تاثیر داره که یوتیوب برنامه ما رو معرفی کنه به دیگران. اینم این داستان. ته ماجرام بگم که در واقع مژده این رو بدم که خیلی طرح‌ها داریم برای که خیلی هاش برای بچه‌ها جذاب، مستندی که مطمئنم باهاش حال میکنیم. یه چند تاییش که در مسیر تولیده براتون بگم، باقی هم که در واقع سعی میکنیم تو همین یکی دو ماه منتشرش بکنیم. مستند فرید زولاند، مستند حسین سرشار و اصولا تاریخ تالار رودکی و اپرای ایرانی و اینها نزدیکه، و بعد یه مستند خیلی 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 ویژه درباره زنده یاد هایده. ای کاش وقت این میشد، خیلی من چون وسواس دارم سر مستند هایده، واقعا باید یه مستند شکیل باشه. خیلی دوست داشتم که در همین سال گرد در فوت هایده مستند منتشر بکنم، ولی این وسواس نذاشت، یعنی دوباره چیز کردم که گفتم یه چند مدت دیگه روش کار بکنم و این داستان هم داریم. ولی متاسفانه یوتیوبری ایرانی یه مقدار سخته. من اصلا نمیخوام اشاره بکنم به سوژه های دیگه که چقدر سریع سابسکرایبر میگیره، چقدر سریع نمیدونم چیز میگیره، سوژه های دیگه مثل ریاکت کردن این چیزا، یعنی اینا خیلی سوژه هایی هستند که یوتیوب هم دوست داره. اصلا یوتیوب سامانش گویه تشویق میکنه که شما شروع بکنید به تولیدهای این شکلی، مثلا یه مقدار زرد و بازاری. متاسفانه و ایرانی بودن ما اینجا سخت‌تر داستان دیگه، یعنی پروسه‌ای که یک یوتیوبر ایرانی بالا میره به اون سابسکرایبای مثلا لازم میرسه برای مانیتایز و حفظ اون درآمد و این چیزا، برای ایرانی‌ها خیلی سخت‌تره. به این خاطر منم خورده نمیگیرم به بچه‌هایی که حالا مثلا تو سوژه‌های دیگه کار میکنن، نمیدونم ریاکت میکنن یا سوژه‌های فان دارن، این چیزا من خورده بهشون نمیگیرم، اونم دارن کارشون رو میکنن، ولی میخوام بگم تو این مسیر یه مقدار سخت‌تره. اگه بچه‌ها لطف بکنید و کانال رو معرفی بکنید به رفقاتون و این داستان کامنت گذاشتن و نمیدونم سابسکرایب کردن و لایک و حتی دیسلایک گذاشتن و این چیزا پی بگیرید، ما میتونیم این سری رو در واقع خیلی سریعتر جلو بریم. دمتون گرم. همه بچه‌هایی که الان تو کانال هستن مصداق همون آهنگی است که من تو در واقع تاپ بالای کانال گذاشتم، میگم یه چی خوب داری حالا اینجایی. همه بچه‌هایی که هستن، همه رفقا یه چی خوب دارن که الان اینجان. دم همتون گرم. کامنتاتون رو میخونم و سعی میکنم که اکثرشون رو جواب بدم. اونایی که جوابم نمیدم شرمنده، یعنی یا ندیدم یا بعدن جوابشون رو خواهم داد یا وقت نمیشه، مخصوصا تو برنامه‌ای که پر کامنتن. منتها سپاسگزار همه بچه‌ها هستم، تک تکشون که لطف میکنن، کامنت میذارن، لایک میکنن. دم همتون گرم. امیدوارم که بتونم جبران کنم براتون. مخلصم، پر حرفی نمی کنم. دم همتون گرم.